محمد رویانیان حدوداً 2.5 سال پیش با کمربند بسته و باک پر به پرسپولیس اومد. وقتی که وارد شد فقط یه سوال وجود داشت: سردار، چرا فوتبال؟ 28 ماه بعد که رفت، جواب این سوال که معلوم نشد هیچ، هزار علامت سوال دیگه هم اضافه شد. سردار جدی کم حرف دیروز در پرسپولیس بیشتر خندید، حرف زد و بیشتر هم دیده شد. حتی طبع شاعری هم پیدا کرده بود. من از بیگانگان هرگز نرم، به دومش یادم رفت. با مدیریت او دغدغه های مالی پرسپولیسیا خیلی کمتر از قبل شده بود. رویانیان ستاره های فوتبال ایران رو در پرسپولیس جمع کرد تا سرانجام بعد از چند سال قرمزها مدعی قهرمانی در لیگ و صاحب سهمیه آسیا بشن. در سلف سرویس رویانیان برای هر سلیقه‌ای چیزی وجود داشت: کارت سوخت، پورشه، دلار و خونه. او البته دست تنها نبود. عبدالله تفرشی، معاون اقتصادی باشگاه، به لطف شرکت بزرگش به لحاظ مالی پرسپولیس رو شارژ میکرد. رویانیان عاشق طرح‌های بزرگ و واژه‌های پرتمطراق بود. از بیمه امید پرسپولیس، سرمایه‌گذاری در بورس و راه‌اندازی آکادمی فوتبال رئال مادرید گرفته تا خلق پست مدیریت راهبردی. هرچند که زیاد دوست نداشت از جزئیات این طرح‌ها ازش پرسیده بشه. رویانیان فکر همه چیز پرسپولیسی‌ها رو کرده بود. برای بلندپروازی هواپیمای پرسپولیس، برای آینده نگری صد آکادمی فوتبال پرسپولیس، برای تحصیل دانشگاه پرسپولیس، برای سرگرمی تلویزیون پرسپولیس و بالاخره برای شکم رستوران و نوشابه انرژیزای پرسپولیس. سردار نوشابه انرژیزا رو سر کشید، اما هیچ وقت نگفت چند درصد از سود اون به جیب باشگاه میره. نگفت اون دانشگاه 700 میلیون تومانی اصلا چه ارتباطی با باشگاه پرسپولیس داره. نگفت بر اون آکادمی های فوتبال که بابت امتیاز هر کدومشون 2 تا 5 میلیون تومان گرفته شده چه کسی و چگونه نظارت میکنه. و بالاخره نگفت که از اون هواپیما جز اسمش چه چیزی به پرسپولیس میرسه. در دولت قبل وقتی میخواستن اونو برکنار کنن نشون داد شطرنج باز قابلیه، اما به جای راه اندازی تیم شطرنج تصمیم گرفت تیم وزنه برداری پرسپولیس رو راه اندازی کنه. ترکیه در اون فقط به بستن قرارداد با قهرمان سنگین وزن و البته گرفتن عکس یادگاری بسنده شد، ولی هیچ خبری از تیم وزنه برداری نشد. تیم تنیس پرسپولیس با توجه به علاقه فرزند قائم مقامش بهروز منتقمی راه اندازی شد. قرار بود اسپانسر تمام هزینه ها رو بده، اما لیست هزینه های این تیم چیز دیگه میگه. رویانیان برای موفقیت پرسپولیس از تمام ارتباطات داخلی و خارجیش استفاده کرد. حقیقی با قراردادی عجیب به روبین کازان نفتی پیوست و اسماعیل زاده از بیرامار پرتغال سر در آورد، جایی که به گفته خودش شبها شیر و کیک میخوره. برای بین‌المللی شدن باشگاه 14 نمایندگی در خارج از کشور به وجود اومد. اینکه کجا هستن و چه سودی برای پرسپولیس دارن بماند. باشگاه بین‌المللی کادر بین‌المللی هم میخواست، پس تعداد کارمندای باشگاه از 25 نفر به 90 نفر رسید. هرچند که برخی از افراد تازه وارد بیشتر در لیست پرداختی های باشگاه دیده می شدن تا در خود باشگاه. محمد رویانیان با آرزوها و پروژه های بزرگی به پرسپولیس اومد. می گفت آبروی چندین سالش رو گرو گذاشته. بارها جدی یا نمایشی استعفا داد. تیمی که او ساخت بالاخره بعد از چند سال تا روز آخر شانس جدی قهرمانی به شمار می اومد. بسیاری از هوادارای پرسپولیس از او به خاطر جذب جمعی از ستاره‌های فوتبال ایران راضی بودند. بازیکنان مدام از رویانیان تعریف و تمجید می‌کردند، ولی زمزمه‌های نارضایتی اونا وقتی بالا رفت که ماشین‌های چند صد میلیونی که به اونها داده شده بود مشکل سند پیدا کرد. وقتی که رفت دوتاهای معروف روی وایت بوردش اونطور که او از پشت عینک شفاف می‌دید برای بقیه نه شفاف بود و نه چهارتا می‌شد. آیه خادم، به این بحث که شروع شد به حال فکر کنم یه کاری که وزارت انجام داد شاید چون برای اولین بار انجام میشد یکم واکنش متفاوتی رو هم داشت دیگه، یه حجمه به شما وارد شد. حالا یه سری انتقاد هم میکنم، میگن چرا اول پرسپولیس، چرا وقتی تو کورس قهرمانی بود این کارو کردید، چرا واسه بقیه تیم‌ها این کار انجام نشد، واسه مثلا سپاهان، واسه فولاد، واسه نمسه که من زوب و هم واسه بقیه تیم‌ها انجام نشد. و اون داستان 2 میلیارد هم میگن چرا تو دوباره در آستانه کورس قهرمانی دوباره قضیه داستان 2 میلیارد پیش اومد.
خدمت شما عرضم، حالا من از کدوم یکی شروع کنم؟ هر کدوم دوست داشتید. سه چهار تا پرسیدم هر کدوم دوست داشتید. خدمتتون عرض کنم که من ابتدا باید حالا کلیت موضوع رو توضیح بدم که اصلا شأن نزول این داستان ها و مسائل چه بود. چند سالیه که بر اساس قانون، یعنی از زمانی که اصل 44 مسبب شده، یعنی حداقل از اواخر دهه 80 موضوع واگذاری این دو باشگاه یا کلن بحث باشگاه‌های دولتی مطرح هست. در بودجه سال 92 مشخصاً مجوزی داده شده به دولت که این کار رو انجام بده و در بودجه سال 93 دولت مکلف شده که این کار رو بایستی حتما انجام بده و این واگذاری اتفاق بیفته. خب با تغییر دولت، تغییر وزیر و موارد از این نوع، به هر حال یکی از اولویت‌های کار دولت جدید یا وزارت جدید و یا شخص وزیر مطلبی بود که عنوان کرده بود که به هر حال بحث واگذاری این دو باشگاه رو در اولویت کار قرار میده و این کار بر اساس اینکه به نظر میاد در سطح جامعه هم بارها در موردش صحبت شده اما محقق نشده رو به صورت جدی پیگیر میکنه. من همین ابتدای عرایزم باید عرض بکنم که به هر حال به عنوان یک ورزشی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری در فضای ورزش کشور دیدم و میشناسم، باید عرض بکنم که شاید اگه فرد غیر از آقای دکتر گودرزی وزیر ورزش بود، این میزانی که در این مدت دو سه ماهی که من مسئولیت این کار رو در این حوزه گرفتم فعالیت کردم و مسائل رو سرچ کردم و پایین و بالا کردم و این همه سر و صدایی که اطراف این موضوع اتفاق افتاد با اون نگاه مصلحت آمیز و عمدتا سیاسی و ناآشنایی به فضای ورزش، معمولا وزرا و رؤسای قبلی وزارت سازمان تربیت بدنی وقت ورود نمی کردن و بعد از یکم سر و صدایی که ایجاد می شد جا می زدن و ادامه نمی دادن. حالا من بحثم اینه که آیا واقعا دولت دوست داره این اتفاق رو خوب بده یا واقعا در حد شعاره. یعنی من هر دوره، الان دوره های احمدی نژاد 8 سال قبل هم قشنگ یادم، حتی تو قبل از اینکه اتفاق انتخابات انجام بشه همه میگن آقا دیگه استقلال پرسپولیس دیگه واگذار میشه بخش خصوصی قطعا، مثلا اون چه میدونم سال 84 بود دیگه فکر میکنم که این اتفاق میگن 80 دیگه تا آخر سال 84 مثلا اینا خصوصی میشن بعد دوباره انجام میشه، دوباره سال 88 که واگذار میشه، همیشه این 4 سال یه بار این موج میگیره و بعد فراموش میشه. انگار یه جوری انگار دولت دوست نداره این دو تیمو از دست بده. خدمتتون عرض کنم که یه واقعیتی رو باید قبول بکنیم که اونم اینه که به هر حال این دو باشگاه یا دو تیم یا هر عنوانی که می‌خوایم حالا خیلی فنی و قانونی بخوایم صحبت کنیم، دو شرکت علاقمندان بیشماری داره. این علاقمندان هر چی که هستن در اون اندازه هستن که حتی در هیئت دولت و در جلسات جدی که با حضور وزرای مختلف برگزار میشه حتی به اسم بعضی از بازیکنان یا فعالین اطراف تیم شناخته شده هستن، در موردشون صحبت میشه، اظهار نظر میشه و یه واقعیتی که به هر حال در جامعه ما وجود داره. با قدمتی که دارن من تصور میکنم به عنوان یه فردی که به هر حال در حوزه فرهنگم فعالیت کردم و میکنم، باید عرض بکنم که به نظر من ضرورت جامعه ما حضور و قوت داشتن این دو تیمه. این دو تیم طرفداران بیشماری دارن و دولت به عنوان نماینده مردم موظفه که این دو تیم رو حفظ بکنه و قوت ببخشه. اما نکته ای که هستش اینه که تجربه نشون داده که دو تیم هایی که رفته یا حتی عنوان بحث خصوصی در موردشون مطرح شده و محقق شده نوعاً موفق نبودن و یکی از مسائل شاید مشکلات اقتصادی که در جامعه ما هست، بحث کپی رایتی که وجود نداره، بحث خدمت شما عرض کنم که رانت ها و مسائل مختلفی که خواسته و نخواسته کم و بیش وجود داره و مسائل از این نوع، زمینه ای شده که کسانی که تیم هایی رو تصاحب کردن یا خریداری کردن یا هر عنوانی با هر تصوری و تفکری ورود کردن، بعدش با مشکلات زیادی تیم ها رو روبرو کردن و واگذار کردن و در نهایت مطالب خاص خودش. اون چیزی که الان تابع هدف دولت چیه؟ دولت میخواد به کجا برسه؟ این نکته اصلی موضوعه که دولت اگر که حساسیتی نسبت به این دو تیم داره برای حفظشه. یعنی میخواد که این تجربه ناموفقی که در جاهای مختلف اتفاق افتاده دوباره تکرار نشه. میگم نمیشه اما که هم ضرورت نمیشه هم خصوصی بگن تیم خصوصی باشه هم دولت دوباره متولیشون باشه، اینکه نمیشه تعارض هم با همین دو. نکنید من اینو همیشه مثالشو زدم در مورد یک فرزند یک خانواده.
در این که یک فرزند طبیعتاً یک زمانی به بلوغ میرسد، به بلوغ کاری و اینکه بایستی وارد اجتماع بشه و خودش رو پای خودش واسطه، در این هیچ کس شکی نداره. اما به هر حال والدین وظیفه‌شون اینه که تا زمانی که امکانش هست شرایط به بلوغ رسیدن فرزند خودشون رو فراهم بکنن و بعد از اون بعدشون اونو به جامعه تقدیم بکنن و انتظار داشته باشن که بتونه خودش رو پای خودش واسطه و مولد باشه، موفق باشه و مسئله از اینو. این اتفاق برای پرسپولیس استقلال هم باید بیفته. یعنی اگه اینها فرزندان دولت حسابشون بکنیم یا وزارت ورزش، ما موظف هستیم که اینها رو مولد بکنیم، به بلوغ فکری و توانمندی و مسائلی از اینو برسونیم و بعدش طبیعتاً انتظار داشته باشیم تا فضای خصوصی ورود بکنن و موفق بشن. این مسیریه که ما داریم گام برمی‌داریم در مسیرش. هرچند که به هر حال حرف و حدیث‌های مختلفی در پیرامونش وجود داره که من فکر می‌کنم در طول این برنامه به مسائل مختلف و بخش‌های مختلفش می‌پردازیم، اما نکته آخر در این بخش اینه که باید خدمتتون عرض بکنم که کاملاً دولت مصر، وزارت ورزش مطمئن و جدی روی این موضوع، سازمان خودسازی و وزارت اقتصاد مصره که این اتفاق در سال 93، نمایندگان محترم مجلس مصر هستن که این اتفاق در سال 93 تا انتهای سال 93 بیفته و ما هم داریم سازوکار و شرایط رو فراهم میکنیم. آخرین تفاهمی که با خودسازی هفته گذشته داشتم من این بود که کار اداره باشگاه تا قبل از واگذاری در اختیار وزارت ورزش باشه و طبیعتاً در این اداره فصل بعدی لیگ رو در بر میگیره و ما داریم این کار رو ساماندهی میکنیم و بعد در امتداد این کار و موازی با این بدون سر صدا مسائل حقوقی و شرایطی که برای واگذاری دو تیم نیاز هست رو سازمان خصوصی فراهم کنه. فصل جدید کیه متولیشون؟ فصل جدید من تصور میکنم که حد اکثر امروز دوشنبه است، تا دوشنبه آینده دیگه تقریبا همه چیزش مشخص میشه. همه یعنی دوباره یه سری مدیر عامل جدید، بعد هیئت مدیره جدید. بله. خب بعد اینا رو دوباره دولت میذاره و انتظار داره همه چیز تحت نظرشون باشه؟ این هیئت مدیری که گذاشته میشه تلاش بسیار سنگینی که ما و من در این چه قبل از عید و چه ایام عید و تا الانی که امشبی که خدمت شما هستم و از نظر خودم فکر میکنم که موضوع رو بستم، اما چون قطعی نشده عنوانش نمی کنم، اینه که این دو تیم بایستی شرایطی براشون فراهم بشه. ابتدا همونطور که شما فرمودید بحث پرسپولیس ورود کردیم، باید شرایطی براش فراهم بشه که یک اسب زین کرده رو تقدیم و در اختیار هیئت مدیره قوی و توانمند به خصوص در حوزه اقتصاد و فنی، یعنی هم لحاظ ورزشی و هم لحاظ اقتصادی توانمند بذاریم و انتظار داشته باشیم که در فصل آینده رو به خوبی ببندن، مشکلات قبل رو، بدهی‌ها و مسائلی که هست رو برطرف بکنن و در این حال شرایط رو برای بحث خصوصی کردن باشگاه فراهم کنن. حالا این که مثلا شما مدیر هیئت مدیره خودتون بذارید، مدیر اولا خودتون بذارید، این کجاش میشه خصوصی؟ من عنوان نکردم که الان خصوصی. آیا شما میگی این فصل خصوصی نمیشه؟ نه، این فصل به نظر من مصاحبه آقای جناب دکتر گودرزی وزیر ورزش انجام دادن، گفتن تو مصاحبهشون گفتن که این امسال خصوصی میشن. امسال باید بشه. ولی طبیعتاً ولی نمیشن. نه، تیم در اگر که این اتفاق روال اتفاق بیفته، بالاخره مزایده باید برگزار بشه و مزایده بایستی طالب داشته باشه و برنده داشته باشه. این سیر تا اون مرحله بره و مزایده برگزار بشه، مسائل حقوقی و مشکلات متعددی که حالا یه بخشش شما توی این کلیپتون مطرح کردید، اینها برطرف بشه و اون در اون شرایطی باشگاه‌ها قرار بگیرن که امکان واگذاریشون فراهم بشه، تصور می‌کنم که بالاخره تو نیمه دوم سال این اتفاق میفته. تا انتهای سال امیدواریم که این اتفاق بیفته، که دیگه البته اینها هیچ دست ما وزارت ورزش نیست، دست وزارت اقتصاد. مصاحبه شما کردید که جناب دکتر گودرزی در یک سفراشون که انجام داده بودن، اینا یکم پس شما جناب دکتر گودرزی الان اینا دریا میذارم اینجا اشاره کردن تا شهری گفتن پرسپولیس تا شهری و خصوصی میشه. این همین با مهر مصاحبه کردم مال 28 فروردین، 3 روز پیشه، 4 روز پیشه. این مصوبه دولته و این مصوبه دولت تا آخر شهریور باید تمام سازوکارهاش برای برگزاری مزایده فراهم بشه. به فرضی که شهریور در انتهای شهریور ما این اتفاق در مهر ماه بیفته، برای واگذاری تیم به صاحب خصوصی خودش که حالا باید ببینیم سازوکارش چیه، طبیعتاً فصل جدید آغاز شده و طبیعتاً کار میره تو فصل آینده. بعد این که میگفتن به بورس واگذار میشن، امکانش هست یا نه؟ آیه فردوسی مور، تصور من اینه که فردوسی و استقلال میتونن شرکت‌های زیانده نباشن. و اگر زیانده نباشن طبیعتاً میتونن در بورس. خب من دغدغه وزارت ورزش اینه که اگه اینا سهامشون ارائه بشه و به بورس برن،
اون موقع شما دیگه نمیتونه وزارت ورزش نمیتونه متولیشون بشه، میرن زیر نظر وزارت اقتصاد داره. همین الانم اینطوریه. خب الان یک دلایلی که شاید حالا دولت، حالا وزارت ورزش، حالا قبلا سازمان تربیت بدنی خیلی تمایل نشون نمیده، نمیخواد این دو تیم که به هر حال خیلی محبوب هستن بین همه مردم در سرتاسر ایران، طرفدارا نمیخواد این پایگاه مردمی رو از دست بدن، میخوان تیم دست خودشون باشه، از این طرف نمیخوان خرجش کنن. یعنی یه پارادوکسی هست که خودشون موندن چیکار بکنن. اگه عرض منو قبول میکنین و مردمی که شنونده پر تعداد برنامه شما هستن این عرض منو قبول بکنن، من دارم به صراحت و خیلی شفاف خدمتتون عرض میکنم امکان واگذاری این تیم ها در حال حاضر وجود نداره. اجرت به دیگه 14 هم نمیرسه، ولی خب آقای گودرزی گفتن شهریور، بس شما میگید منظور ایشون این بوده که باید اینجوری بشه. نه نه نه، اتفاقات برای واگذاری انجام میشه، ولی طبیعتاً دیگه 14 همی که قرار مرداد ما استارتش بخوره ما باید براش تعیین تکلیف کنیم. الان که مالکی نداره باشگاه پرسپولیس استقلال، باید تا اون زمان که به هر حال ما کار مدیریتش انجام بدیم نمیتونیم رها کنیم. الان که آقای پروین سرپرست پرسپولیس هستن و آقای فضل‌زاده که سرپرست تیم یعنی مدیر عامل تیم استقلال هستن، یعنی اینا عملا تغییر و تحولاتی به اینجوری شما میگید؟ من شخصا عرض میکنم خدمت شما، ما تلاشمون اینه که در انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل دخالت مستقیم نکنیم، هیئت مدیره رو بذاریم که بعد داخلش به هر حال مدیر عاملای اینو که بتونن کار مناسبی رو برای فصل آینده یا شاید به هر حال این گزینه هم وجود داره که این امکان فروش فراهم نشه برای آینده تیم رو ساماندهی بکنن. من در این مورد الان به عنوان برای مدیر عامل نمیتونم اظهار نظر کنم. شما اول فقط هیئت مدیره میذارید بعد اینا آدمای آخر تو این چند وقت اخیر یه سری آدمای مثلا والا یه سری شهرت طلب، یه سری که از رانت میخواستن استفاده کنن، خیلی دوست داشتن خودشون نزدیک کنن، حالا اونایی که تمکن مالی هم داشتن بیان و خودشون یه جوری به حال به خاطر پولی که داشتن و دارن بیان خودشون جا بندازن اونجایی که به حال از رانت و شهرت این قضیه استفاده کنن. الان روی کرده وزارت ورزش به چه ترتیبه؟ آیا واقعا هر کسی که مثلا تمکن مالی داشته باشه آیا کاندیدای حضور در هیئت مدیره میشه؟ یه سری هم نه، یه سری هم آدم میان آدمایی که آیا خادم شما خودتون میدونید کسایی که اومدن در این سالها به عنوان مدیر عامل این باشگاه، یعنی واقعا همه اول تعجب کردن. آیا مثلا رویانیان بلند شد از ستاد سوخت شد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، تا اومد سازوکار رو یاد بگیره، تا فوتبالش رو بعد دوباره ترکیب تیم میلان هم داشت اظهار نظر میکرد که چرا بالوتلی رو میذارن نه فلانی نمیذارن، روز اول در شناخت های مؤسس های جزاییشون دوچار تشکیک بودن، بعد یه دفعه تا این چیز میشه یه دفعه برش میاد. همین اتفاق واسه در واقع قدیمی هم رخ داده. این نظام انتخاب این مدیر عاملا دقیقا ضابطه مند نبوده، رابطه مند بوده فکر میکنم در این چند سال اخیر. من حرف شما رو 100% تایید میکنم، ولی امیدوارم که اتفاقی که برای پرسپولیس در ابتدا و بعد استقلال میفته متفاوت با اون چیزی باشه که تا به حال تجربه به نوعی نگران کننده و تجربه بدی که مردم نسبت به این اتفاقات تو ذهنشون دارن دوباره تکرار. من احساس میکنم که امروز در باشگاه پرسپولیس به عنوان نمونه کاملی که الان جلوی ما وجود داره، به قول معروف دستپختیه که مقابل ما قرار گرفته، استفاده از لفظ خصوصی سازی درست نیست. به نظر من در باشگاه پرسپولیس خصوصی کاری یا اختصاصی کاری شده. ببینید ما امروز وزارت ورزش مدیریت بر فوتبال رو به عنوان نهاد بالادستی بر عهده داره و متاسفانه مدیرانی بر مسند وزارت قرار دارند که نسبت به مسائل فوتبال دچار جهل و ناآگاهی هستند. نتیجه این جهل و ناآگاهی هم تصمیم سازی هایی میشه که مبنای غلطی داره. فلذا ما در انتها خواهیم دید که این مشکل نه تنها حل نخواهد شد که موجب به نظر بنده ایجاد شائبه ها و رانت ها و اتفاقات ناگواری در آینده نچندان دور خواهد شد. من مصداقی که وارد بشم، امروز باشگاه پرسپولیس هیئت مدیرش مشخص شده، مدیر عامل هم معلوم شده، اسپانسرش هم معلوم شده. این باشگاه که قرار بود خصوصی سازی بشود، روند تمام این اقدامات برای ملت ما نامشخصه. ما امروز نمیدونیم که بر چه اساسی این باشگاه واگذار شده، مالکیت تجاریش به قول خود آقایون به شرکت مجهول الهویه. و شما توجه داشته باشین که رانت، مفاسد و تخلفات محصول ابهام هستش. وقتی یک روند شفاف نیست تمام این امکانها ایجاد میشه.
و متاسفانه وقتی با طرف ها هم صحبت میشه همه محرمانه بودن روند مذاکرات رو تا به امروز اعلام میکنن. در کجای دنیا شما شاهدید که یک باشگاهی بخواد مالکیت حالا به قول دوستان تجاریش رو به بخش خصوصی بده اما نه مزایده ای میذاره، نه مناقصه ای میذاره و نه حتی اطلاع رسانی شفاف میکنه که این تیم مثل پرسپولیس که حدود حالا تقریبی 30 میلیون هوادار داره و این 30 میلیون شریک در این تیم هستن، امروز اصلا نمیدونن چه اتفاقی در این باشگاه افتاده، چه اتفاقی امروز داره میفته و چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. فانه مسئولین وزارت ورزش از جمله وزیر ورزش متاسفانه یک حقی رو استیفا کردن و دارن اراده باطل ازش میکنن. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ ایشون میاد میگه 92% مردم یه نظری دارن پس این حرف درسته. ما باید بیایم مردم رو فریب ندیم. یعنی متاسفانه وزارت ورزش شروع کرده که حرفای میزنه که اینا سفسطه است. ما نباید با عواطف مردم بازی کنیم و اونها رو یه فرض کنیم که اینها درکی ندارن. شما میگیم که واگذاشه واگذاشه. اینجا شرایط واگذاری رو برای مردم تشریح کنیم که آیا امکان پذیره یا نه. شما میفرمایید ما بریم کپی رایت رو ایجاد کنیم. احسن، حرف درستیه. ولی این زمان میبره. ما نزدیک 1 دهه است که بحث حقوقی در مورد کپی رایت داریم که در سیستم حقوقی ما هنوز به جمعیدی نرسیدن. بحث فقهی و حقوقی داره. خب ما یه شبه میخواییم به نهیچه برسیم. سالاتی که وجود داره اینه. چه وزارت ورزش مسئولیت انتخاب نداشته. وزارت امور اقتصادی و دارایی میبایست این مسئولیت انجام بده. شما اصلا در کل این در واقع انتخاب هیئت مدیره شما تشکیک دارید؟ بله تشکیک داریم. ضمن این که موضوع بعدی من این رو نباید وزارت ورزش انجام میداده. دقیقاً نباید وزارت ورزش. اگر مهلت گرفته باشه چی مثلا اگه قرار باشه؟ مهلت ببینید شما یه چیزایی شنیدم در مورد اینکه شاید مثلا با خصوصی وارد تفاهم می‌شدن. درخواست کردن تا الان خصوصی جوابی نداده. باید بره هیئت وزیران مصوب بشه. روال قانونی داره. به این راحتی نیست. ضمن اینکه شرکت‌هایی که نامشون تو لیست واگذاری میاد و در واقع گفتم که باید وزارت امور اقتصاد دارایی تعیین بکنه، یک چیز مصوب وجود داره، در اساسنامه تیم استقلال هم هست، اعضای هیئت مدیره باید سهامدار باشگاه باشه. کدوم یکی از اینهایی که انتخاب شدن مثلا توی پرسپولیس سهامدار باشگاه؟ اون عزیزانی که الان اومدن به عنوان اسپانسر اومدن. ببخشید در کدوم دوره تاریخی و در کجای دنیا عضو هیئت مدیره اسپانسره؟ یه مورد به من مثال بزنید. این تخلف بعدیه. شما اومدید افرادی رو اسمشون مشخصه، مثلا ما اسم ببریم حق پاسخگویی هم دارن، آقای سیاسی، ایشون اگه ایشون عنوان کردن مصاحبه با خبرگزاری فارس به تاریخ 10/2 فهمیدن که من اسپانسر نیستم، ایشون برای چی اومده هیئت مدیره پرسپولیس؟ آقای سلیمی شهردار منطقه 21 اگه شما کنم، ایشون تو هیئت مدیره پرسپولیس چه نقشی دارن؟ آقای محمد ابراهیم کاظم‌پور که اصلا ما نمیدونیم کی هن. تا دیروز که میگفتن یکی از مدیران نفتی هن که تکذیب شد. آقای علی اکبر طاهری اگه اینا اسپانسر هن آخه یعنی چی؟ بعد دوستان وام میکنن که ما اسپانسر نیستیم. اسپانسر یک سرباز گمنامیه گویا، یه شوالیه گمنامیه که قراره بیاد به این تیم 30 میلیارد بده، که البته ما خبر موثق داریم که انشالله هفته دیگه آشنا خواهیم شد با اسپانسر شما. شما آقای جماعت ببینید، نه من عزمی که گفتم طبق اصل 45 قانون اساسی وزارت ورزش میآید مینشیند به جای مجمع عمومی این دو تا باشگاه. خب من چیز و در واقع اعضا هیئت مدیره رو مجمع انتخاب میکنه. خب اینا اعضای هیئت مدیره رو انتخاب کردن، یه ترکیبی از افراد اقتصادی سیاسی، اگرچه ایراد داریم رو برخیش، ولی افراد سیاسی و اقتصادی بر اساس تشخیص وزارت ورزش که جایگاهش اونجا مجمع عمومی انتخاب شده. بله، اما من یه سوال دارم، مگر جناب آقای خادم و آقای وزیر محترم ورزش بارها این روند پیشینیان رو لغو نکردن در ماه‌های اخیر؟ مگه اونها شلاق نگرفتن و بر پیکر پیشینیان زدن و اونها رو متهم به راندخاری، یه فعال اقتصادی که به باشگاه پرسپولیس کمک می‌کرد، و مگر همین دوستان متهم به راندخاری نکردن؟ مگر آنها گذشتگان معتقدید که اسپانسر یکی از اعضای هیئت مدیره؟ بنده معتقدم که در باشگاه پرسپولیس من معتقدم که در باشگاه پرسپولیس اتفاقات ناگواری داره رخ میده. آیوز من در تکمیل فرمایش جناب جماعت بگم که نگرانی ما هم هست. آقای اشکال قانونی دارید به بحث وارد میکنید، برمیگردیم به شما. آقای نصیرزاده توی قانون اساسی اصل 45 نه 44 45
میگوید کوها، دره‌ها، جنگل‌ها، مراتع و اموال مجهول المالک در اختیار دولت قرار گرفتن، جزء انفالن، جزء ثروت‌های عمومی هستند. استقلال پرسپولیس در واقع صاحبانشون بعد از پیروزی انقلاب از کشور رفتن و این دو تا باشگاه مصادره شدن. اگرچه فعل انفعالاتی مدتی اتفاق افتاد، برخی از عزیزان اومدن، یعنی به عبارت دیگه ما چهار نفر اون عزیزانی که الان برنامه تلویزیونی میبینن، ما هم تو استقلال پرسپولیس سهمیم. وقتی که استقلال پرسپولیس میره تو بازار بورس قرار میگیره، خود به خود باید اون پولش به حساب خزانه واریز بشه که بشود گفت که مثلا این موضوع خصوصی سازی شده در واقع. ولی همونجوری که آقای حسینی فرمودن، با توجه به این که باید شرکت‌های سوده بروند در بازار بورس قرار بگیرند، در بودجه امسال این دو تا باشگاه به عنوان سوده معرفی شدن و حتی استقلال پرسپولیس به عنوان باشگاهی که در سال 16 میلیارد تومان سوددهی دارن معرفی شدن. من از قول آقای دکتر امیدوار رضایی میگم که ما با هم دیگه جلسه داشتیم صحبت می‌کردیم، ایشون اطلاعات خیلی خوبی داشتن در زمینه. میگفتن که ما در بودجه سال 93 استقلال پرسپولیس به عنوان شرکت‌های سوده معرفی شدن به خاطر اینکه قابلیت‌های رفتن تو توی بورس رو برای خودشون پیدا بکنن. 92 حسابرسی دوم من تموم شد، ارائه کردم. الان حسابرسی سینه که 93 باید انجام بشه. خب سال حسابرسیه. آقای میگن اصلا وزارت ورزش اومده حسابرسی کرده، مگه میتونه وزارت ورزش؟ اصلا این صلاحیت رو نداره وزارت ورزش. نشون میده که مسئله خصوصی سازیه. یعنی اگر آقای حسین هدایتی، آقای نمیدونم محمد رویانیان، آقای نمیدونم فلان اگر بیان خصوصی کنن، مال اونا قبول نیست. اگر اونایی که خودشون میخوان بیان، اونا قبول خصوصیه. پس تشخیص مصداقش، تشخیص افرادش، تشخیص اینکه چه کسی، آخه شما ببینید از کجا پول در میاره اون آقا؟ من همه‌شو نمی‌شناسم. پولی که پشت صحنه برای همین هیئت مدیره داره میاد، من همه رو می‌دونم از کجاست. من می‌دونم چه کجا بدهکارن، چه سازمان‌های بدهکارن. من می‌دونم 53 میلیارد تومان وسیله گذاشته شب عید آزاد شده. نمی‌خوام الان همه چی رو بگم. حرف من اینه، خصوصی سازی، نه خصوصی خودتون. خصوصی که واقعا مبتنی بر قانون باشه، رعایت کنید. آینده پرسپولیس رو دست هر کسی ندید. من به این هیئت مدیره الان هیچ انتقادی نمیتونم بکنم مگر اینکه عملکردشون رو ببینم. اما به آقایون وزارت ورزش شدیداً انتقاد دارم و من به محاکم قضایی شکایت کردم. ثبت شکایت شده، بازپرسی رسیدگی کننده مشخص شده، وکیل من قدرتمندانه پیگیره روشن بشه این گفتمان های غیر واقع، این شایعات، این تشکیش ارخان عمومی. چرا یه مدیر چیزش با خدمت کرده این شما میزنینه که اخلاق کجا رفته، اخلاق و دین کجا رفته؟ من با آقای وزیر مخالف بودم، گفتم آقای وزیر فرزن نمیشتم، یعنی نمیخوام ببینم. من با وزیر مخالف بودم، شما دارید با خدا مخالفت میکنید. بله آقای دشمن خدا نیست. آقای رویانیان عزیز، آقای رویانیان، یه دو تا مطلب من کوتاه برای شفاف سازی بپرسم. یکی بحث این قرارداد دبی که بعد حالا پیگیری نشد، آقای علی پروین، اونا یه توضیح میدید داستان چی بود؟ قراردادی که در دبی قرار بوده به هر حال در راستای همین درآمدزایی ها ظاهرا می‌خواستن اعضا یکی از هیئت بوده در سال. آها، ما با عده‌ای از علاقمندان پرسپولیس در تهران و دبی چند تا جلسه گذاشتیم و راه های همکاری رو مشخص کردیم. اولین اقدام عملیاتی اون رو من در تهران انجام دادم و قرار شد سالی $2 میلیون از اونجا به ما برسه. یه اسپانسر لباس که باشی دردیستری بود، ما یه اسپانسر پیدا کردیم که مثلا تحت 7 میلیارد تومن اگه تو آسیا باشه اینقدر فلان، نه اینقدر 10 میلیارد تومان هم اونا میدادن، 16 میلیارد تومان. خود ما هم الان قراردادهای ما، چه قراردادهای آیتی ما، چه قراردادهای ایرانسل و همراه اول ما و شرکت فناب و همینطور درآمد درستیفر، اینا میتونه اونجور 6-7 میلیارد تومان در ساله. اگه شما اینجوری حساب کنید، میتونه اونجور 3-4-5 میلیارد تومان در سال. این دو سه تا موضوع زمینه
صندوق بورس ما درآمدزا بود، ضمن که قرارداد ما با صدا سیما الان حی حاضر. من دارم که چرا اون نشد آقای رویانیان، اون اولیه چرا نشد، اون بحث دبی اینا به چه دلیل؟ والله از اینجا قبل من گفتن اینو برداشتن، اینو ما برداشت. اتفاقا من دبی بودم، منو برداشته بودم دیگه آقای. آها، چرا دوستان از هیئت مدیره اینا میگن که از افراد خاصی، کسی خاصی از جیدا مخالفتی کرد؟ هیئت مدیره قبلیه. آه، هیئت مدیره قبل. صورت جلسه و امضاشون هم من دارم. آه، کسی خاصی رو مایل نیستید نام ببرید که تو این زمینه مثلا شخصا باعث این کار شده باشه؟ چون به هر حال بر اساس اون صحبتایی که شنیده میشه. حالا من از نمیدونم واقعا، از اینکه ورود کنم خیلی جزئی‌تر نگرانم. آها، من شغلم دیگه یه نظامی هستن. من حالا اون چیزایی که خودم یادمه، این بحث آقای شیرینی در بخشی که ارتباط داره به پرسپولیس و اینا، آیا اون احتمالاً تخلفات احتمالیشون و اون بحثاشون ربطی به باشگاه پرسپولیس و این قسمت ها داره یا نه یه بحث جداست؟ ببین آقای سفی، اول یه مقدمه برای پاسخ عرض کنم. ببینید نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از ویژگی هاش عدالت محوری شه، قوه قضایی مظهر عدالت. من خودم هم مورد بازداشت قرار گرفتم، بزرگتر منم اونجا پرونده دارم، رئیس جمهور پرونده داره، وزیر پرونده داره، شهردار پرونده داره، خیلی پرونده داره. یعنی پرونده آقای شیرینی هم از همین سنخ پرونده هاست؟ نه نه، حالا عرض کنم، اصل اینکه بازداشت سوال بشه، پیگیری بشه، واقعا افتخار نظام ما هر کسی در مقابل قوه قضایی که مظهر عدالتی باید پاسخگو باشه، واقعا افتخار میکنیم ما. اما نه اولای شیرینی، موضوع های شیرینی برمیگرده به خرید یک ملک در جنت آباد قبل از ورودش به پرسپولیس. اصلا رفتی به پرسپولیس نداره های شیرینی، الان مشکله در اون ملک یه سری شرکا داشتن که پزشک بودن، اونجا می‌خواستن یه درمانگاه ساختن، بخشش هم می‌خواستن تجاری کنن. این یه پروسه چند ساله بوده، رفتی به پرسپولیس نداره. در این حال مسئله اختلاف مالی بین شرکا و افرادی که سرمایه گذاری کردن بازش اختلاف بالا گرفت، این و اون آقایون همین اختلافشون حل نشده و آقای شیرینی 60 روزه به خاطر این اختلاف درگیر این پرونده است. رفت به پرسپولیس نداره و نمیدونم چه رفتی داره. حتی پرسپولیس الان مشکل واقعا، من با آقای رحیمی امروز گفتم، گفتم آقای رحیمی شما اینو بدانید که پرسپولیس حساب کتاباش شفاف شفافه، قراردادها شفاف شفافه. آقای رویانیان شفاف گفتید، این محتوای قراردادهای بازیکنان پرسپولیس که رسانه‌ای شد محتواشو تایید می‌کنید؟ یعنی چیز رو در واقع عین هم چیزایی بود که وجود داشته یا مغایرت‌هایی داشته؟ حدود 3 تا یا 4 تا از بازیکن‌ها بله اشتباه داده بودن، این سازمان لیگ قرارداد سال قبلشون رو بیجستانه زد. ما 3 ساله با ما قرارداد داشتن، اون موقع سخت بود، مثلا 480 450 سخت میدادن همه دیگه، بقیه رو خارج از سخت میدادن، از تعباسی همه هم میدادن. آره دیگه، هیچ کس رو سخت که رعایت نکرده بودید اصلا دیگه، سخت مخفی در کنید. این فصل که اصلا قرار نبود که سخت رو رعایت کنید، این فصل که باشگاه آزاد بودن که من اینکه میام قرارداد آقای جایی رو اینن میذارم، قرارداد آقای جلال حسینی رو اینن ثبت میکنم، چه روزه میذاری که 2 تا دیگر رو مخفی کنم؟ آخه مال 20 نفر رو ثبت میکنم، 3 تا رو مثلا مخفی میکنم برای چی؟ اونا اون 3 تا از قبل قرارداد داشتن، روزه که قرارداد سال قبلشون رو اووردن به عنوان امسال، در حالی که از سال واقعیت که باقیم اصلا این 3-4 تا بازیکن دست آقای شیرینی بوده، نمیدونی کجا گذاشته متهمات. آقای جماعت هم با شما یه صحبتی داشتن ها؟ سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. البته من چون آمادگی نداشتیم حالا بخوایم در مورد پرسپولیس صحبت کنیم، ولی اونجوری که من از صحبت‌های ایرانیان فهمیدم، فوتبال ما به شما بدهکاره، شما خیلی کارهای بی‌نظیری رو داشتید می‌کردین و
شما فوتبال ما رو شرمنده کردین. فوتبال ما بعد از شما خیلی تشکر کنه اونجور که ما فهمیدیم. ولی آقای لاینی ان شاءالله در یک فرصتی که باشه در مورد پرسپولیس باید خیلی صحبت کرد، چه بحث فنیش چه بحث مدیریتیش. و من یه سوالی هم که داشتم این که سخنگوی قوه قضاییه عنوان کردن که 3 نفر از مرتبطین یک باشگاه در موضوع سوخت در بازداشتن، احتمالاً منظورشون پرسپولیس نیست دیگه، درسته؟ سخنگوی قوه قضاییه در واقع نماد هدایت و پلیس ها میدارن. یه چیزایی هست من میدونم ما در ارتباط رو باش پرسپولیس الان در حال حاضر آقای شیرینی به دلیل یک اتهام قبل از باشگاه، یه مسئله مالی، یه اختلاف مالی در بازداشت به سر میبره. ولی تحقیق باشگاه من نمیدونم حالا به هر شکل، ولی حتما آقای ایزویی من حتی اگر اطلاعات هم نداشته باشم هر بیشون رو برای خودم حجت میتونم. من دیگه به هر شکل اون چی که من میدونم شاید اطلاعات من مرفته دیگه، به هر شکل من چی بگم؟ بنده در حال خدمت هستم با لباس مقدس سربازی و امیدوارم و هر روزم میرم دادگاه پاسخ میدم، هر جا باشه میرم، برای که نظام مقدس جمهوری اسلامی با هیچی تعارف نداره. رویانی هم باشه خیلی بزرگتر از رویانی، ما کوچیکیم که با هیچی تعارف نداره. در اتفاد هم دوستی که فرمودی را آی جماعت کارایی که شده، حالا این گفت آقا چقدر قشنگ نماز میکنه، اون که روزه هم هستم تازه، حالا نماز شب هم نهیدی. حالا آقای جماعت شما اینو گفتی، من الان تو خونه این زندگی میکنم که 21 خرداد تخلیه میشه به خاطر پرسپولیس دادم رفت. یه زمینی هم تو پرند داشتیم سالهای گذشته، اونم دادیم رفت و الان مستأجر میشیم. ولی شما سرباز پولداری هستی اونجور که میشونه بودن میشه خودم رو دادم، ولی دیگه آبرو اونم باید آقا این ببرن که. بسیار خب آقای رویانیان و آقای حسینی بفهمید. جناب آقای رویانیان، با توجه به صحبت‌هایی که داشتید، من پیشنهادم اینه که اسناد، مدارک و حتی مواردی که مطرح کردی با کمیسیون اصل 90 مجلس بنویسید. حالا که وزارت ورزش بررسی نمی‌کنه، من فکر می‌کنم که کمیسیون اصل 90 جایگاهش در واقع همین جایگاهی است که رسیدگی کنه به موارد مبهم و بعضن مورد اختلاف با دستگاه‌های اجرایی. ما آمادگی داریم که در خدمت شما باشیم و کمیسیون اصل 90 این آمادگی داره که بررسی بکنه و اگر واقعا حرفی برای این موضوع وجود داره اونجا در حال بررسی نظارتی تیم باید انجام بشه. به نظر یکی از این محلایی که میشه ورود نه آخه اینجوری که آقای رویانیان میفرمایند که هیچ کس توجه نمی‌کنه. بله هیچ کس توجه نمی‌کنه. مجلس به عنوان نمایندگان ملت کمیسیونی داره که بررسی بکنه اختلافات بین افراد و دستگاه های اجرایی. این وظیفه ما هست که ما در خدمت هر عزیزی باشیم. آقای رویانیان، چون روایتتون کاملا متفاوته و خیلی آخه یه مقدار هست که مثلا 30-40% به هم شباهت داره، انگار مثلا شما دو تا داستان متفاوت دارید تعریف میکنید. آقای رویانیان یه چیز دیگه داره میگه. رئال مادرید رو که تعریف میکنه، ظاهرا داره پرسپولیس رو تعریف میکنه. ولی خب به هر حال آقای رویانیان مثلا که با وزیر هم توی اون همایش همبستگی ملی و اینا یه دیدار داشتید ها؟ اول دیدارتون بوده آقای؟ من با آقای وزیر تا الان دیدار نداشتم. اصلا دیداری نداشتم. بله پس در حد سلام علیک فقط بود. آره سلام علیک هم نکردیم. خب پس هم دیگه نه. خب آقای رویانیان عزیز، واقعا من امیدوارم با ورود بخش نظارتی یا ورود شفافتر توی برنامه خاص، کار رسانه‌ای نیست، من فکر کنم خیلی بحث فراتر از اینه. شما دو روایت متفاوت کاملا متضاد تعریف میشه. به هر حال من فکر کنم همه روز به روز بیشتر مشتاق میشن که ببینن اصل قصه چی بوده. یعنی خیلی دوست دارم بفهمم آقای حسینی مستعذرن، آقای نفیزاده تشریف دارن، شما همینطور. من نکته رو عرض کنم، ببینید من یک نظامی هستم الان. بله. در یک جایگاهی و شغلی با محبت فرماندهان ارشد مملکت قرار گرفتم به خاطر خدماتی که داشتم به ما لطف کردن. بنده در اونجا حتی این که مسائل فوتبال و ورزش رو
این رسانه بیام مطرح کنم، جایگاه جدید وارد کنم، شأن ستاد کل نیروهای مسلح چه مراتب بالاتر از این مسائل. و واقعیتش اینه که من به اصطلاح برای هر صحبتی باید اجازه بگیرم، چون مال دنیای ما نیست این صحبت ها دیگه. ولی خوشبختانه مسئولین محترم ستاد کل یه نامه هم به صدا سیما نوشتن، هم ضمن گله‌مندی از نوع برخوردی که هفته گذشته دو هفته گذشته با ما شد، و به من هم اعلام کردن شما آمادگی داشته باش یا در یک برنامه وزین ورزشی شرکت کنید، مسائل بگید، یا یک بیانیه رسمی بدید که صدا سیما باید پخش بکنه. هرکه اونها هم حساس شدن بله. چرا باید این حرفا زده بشه در حالی که واقعیت نداره. بعدش هم کردم من ممکنه که واگذار کنم به قوه قضاییه که شکایت کردم، امیدوارم اونا زودتر رسیدگی کنن هم نسبت به اظهارات یکی از مسئولین وزارت ورزش و هم نسبت به یکی از آقایونی که این برنامه رو متاسفانه علارغم دستوری که داشت، دستوری که یعنی هماهنگی که شده بود و من نباید حضور پیدا کنم، نمیتونستم حضور پیدا کنم، اصلا محدودیت بشن، مادرم بیمار بود، من توی شهر توی یک روستای وابسته به کرج دنبال بیماری مادرم بودم، اجازه گرفتم نیام، اونا هم دستور دادن آقای مجری محترم نیارید ایشون رو، باید باش تفاسفو باشه، ولی صندلی خالی و صندلی داغ و آجیر و نمیدونم آقای رویانیان، آقای رویانیان عزیز، حالا من نمیدونم، گفتین یه برنامه وزین، اگر وزن برنامه ما به اون استانداردهای لازم برسه ما آمادگی پذیرایی شما رو تو هفته آینده داریم، در هفته بعد به عنوان رئیس بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح، درسته؟ عنوانتون چی الان آقای رویانیان؟ من یک خدمتگزار در بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح. پس همون رئیس بازرسی میگم. رئیس بازرسی نیستم. آها. یه پله یه پله پایی تر معاون ها؟ رئیس بازرسی ویژه ستاد فرمانده کل، رئیس بازرسی ویژه ستاد کل نیروهای مسلح، ماشاءالله اونجا خیلی پرتنطراقه، ولی ما که صحبت میکنیم ما چون سوادمون اونجا قد نمیده، همین به عنوان مدیر عامل سابق پرسپولیس میشناسیم و سوالات و ورزشی خودمون رو میپرسیم. اگر هم توفیق شد انشالله و امکان پذیر شد، ما که آمادگیشو داریم، میگم حالا نمیدونم دیگه وزن ما به اون حد لازم برسه. وزانت رو گفتیم، وزانت رو بعد جور گفتیم، گفتیم یه برنامه وزین، ولی واقعا دوست داریم آقای رویانیان، شما خودتون هم میدونید که باید شفاف بشه، مسائل زیادی مطرح هست. برنامه وزین منظور من هم برنامه خاصی که یا اهانت به برنامه دیگه نبوده، واسطایی میکنم به حضرتون. نه من نگفتم شما اهانتی نکردید، نه میگم یه روز این آقای فردوسی پور به من گفت شما بیا یه مهمان داریم مثلا فلان، شما اگه سن اقتضار، گفتم آقای جون ما هیچ چی نیستیم، بعدم آدم در مقابل مردم میزوردیم هیچ چیز رو دیست موتر نیست، هر مقام که آقای داشته بود، ما یه ولی داریم، یه آقا داریم این نظام، اون آقای ما و رهبر ما، نایب ما و زمان ما، بقیه همه اون نوکری، نوکر مردم، وزیر خواهی باشیم. به هر حال این روحیه خدمتگزاری شما هم قابل تحسین، امیدواریم که ابهامات رفع بشه آقای رویانیان، این ابهامات و این روایت های متفاوت. حالا ماشاءالله اسمم تا دلتون بخواد مثل نقل و نبات اسم میارین ها، حالا به هر حال هر کسی، آقای حسینی نگران بود میگفت اسم زیاد میاره، حالا نه، حالا همکارمون حالا میگفت، آقای حسینی میگفتن که آقای رویانیان اسم زیاد نبرن اینو اونو، ولی گفتم آقای رویانیان حواسش جمعه دیگه، خودش تو بازرسیه. شما لطف بابا آقای رویانیان، خیلی متشکرم و ممنون، انشالله که به هر حال مسائل شفاف بشه، هنوز این ابهامات خیلی زیاده، من خودم به عنوان یه علاقه من فقط دوست دارم که گزارش کاملی رو به کمیسیون اصل 90 تقدیم می‌کنم. بله حداکثر ان شاءالله تا دوشنبه تا شنبه آینده. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای رویانیان، خدا نگهدار، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس بازرسی ویژه ستاد نیروهای مسلح. معاونت معاون رئیس گفتن، خودش اینجوری گفتن، خدا نگهدارتون باشه.